پاول دوروف، میلیاردر فرانسوی روسی و بنیانگذار پیام رسان تلگرام، چند روز گذشته در فرودگاه بروژ واقع در خارج از پاریس دستگیر شد و همین امر واکنش ها و پیامدهای زیادی را برانگیخت. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام، پس از دستگیری در فرودگاه بورژ در نزدیکی پاریس، اکنون با 12 اتهام سنگین مواجه شده است. این اتهامات شامل همدستی در اداره یک بستر آنلاین برای انجام معاملات غیرقانونی گروه‌های سازمانیافته، امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد به مقامات مجری قانون، همدستی در توزیع محتوای غیر اخلاقی مربوط به خردسالان، مواد مخدر و جرایم سایبری و مشارکت در کلاهبرداری در گروه‌های جنایتکار سازمان یافته است. دستگیری دوروف در حالی صورت گرفت که او از باکو به پاریس سفر کرده بود و قرار بود یک شب را در پاریس بگذراند. این اتهامات در شرایطی به دوروف وارد شدند که واکنش‌ها به دستگیری او در سطح بین‌المللی بسیار متنوع بوده است. حامیان راستگرای او مانند ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا، دستگیری دوروف را نشانه ای از سانسور در اروپا می دانند. اما این حمایت ها از سوی گروه هایی صورت گرفته که نفوذ زیادی در اروپا ندارند. در نتیجه به نظر نمی رسد تأثیر چندانی در سرنوشت قضایی پاول دوروف و بخشش اتهام های نسبت داده شده به او داشته باشد. از سوی دیگر، روسیه، کشور زادگاه دوروف، به طور رسمی از او حمایت کرده و از مقامات فرانسوی درخواست همکاری کرده است. این حمایت روسیه که به نوعی میتواند قضیه را پیچیده تر کند، با واکنش سرد مقامات فرانسوی مواجه شده و هیچ تضمینی برای همکاری آنها ارائه نشده است. در این میان تلگرام نیز بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن بی اساس خواندن اتهام‌های وارده به پاول دوروف اعلام کرده که این پلتفرم به قوانین اتحادیه اروپا پایبند است و دوروف هم هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد. تلگرام همچنین ادعای مسئولیت پذیری یک پلتفرم در قبال سوء استفاده‌های کاربران را پوچ خوانده است. این موضع‌گیری تلگرام در حالی است که بسیاری از ناظران معتقدند این اتهامات و فشارها بیشتر به منظور رسیدن به توافقی پشت پرده و تحت فشار قرار دادن دوروف و تلگرام است. به گفته مقامات فرانسوی، پاول دوروف ممکن است تا تاریخ 28 اوت، یعنی 2 روز دیگر، در بازداشت باقی بماند و این زمان برای ادامه تحقیقات و احتمالاً مذاکره با دوروف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در بیانیه رسمی تأکید کرده که دستگیری دوروف به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و تنها در چارچوب قوانین حمایت از شهروندان انجام شده است. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل، از واشنگتن پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای دکتر، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم. آقای دکتر، تحلیل شما از علت دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام و پیامدهای آن چیست؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. ببینید، اتفاقی که افتاده برای آقای پاول دوروف، با توجه به اینکه مختصات فکری و عملی شبکه‌های مجازی به نام اینستاگرام، تلگراف، واتساپ یا سایر پلتفرم‌ها، اینها هدف‌گذاری‌های متفاوتی پشتشون هست. برخی از اونها جنبه اطلاع‌رسانی داره، برخی از اونها در رابطه با تقویت مناسبات اقتصادی بین افراد در کشورهای مختلف یا سایر هدف‌گذاری‌ها رو دنبال می‌کنه، برخی‌ها جنبه‌های در واقع کنترل های امنیتی داره که دولت ها معمولا روی اونها سیاست هایی رو اعمال میکنن. بنابراین ما از تقریبا میشه گفت از 2 دهه قبل شاهد این بودیم که نقش برخی از این پلتفرم ها در براندازی حکومت ها، به ویژه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و در سایر مناطق، نقش تعیین کننده داشته. با این مقدمه میخوام ورود داشته باشم به تلگرام که توسط آقای پاول دوروف و برادرشون نیکولای دوروف در واقع تأسیس شده. این پلتفرم
در سال 2017 با مشکلاتی از طرف خود دولت روسیه مواجه شد، یعنی دولت پوتین مشکلاتی رو برای این شبکه ایجاد کرد و دلیل اعلام شده از طرف آقای پاول دوروف این بود که امتناع از سانسور حقایق که دولت ها معمولا ارتکاب به یک سری جنایات می کنن اعلام شده و ایشون نهایتا از کشور روسیه اومدن بیرون و در فرانسه، چون شهروندی فرانسه رو هم دارن. حالا ما جنبه های حقوقی دستگیری ایشون رو نمیخوایم بپردازیم به خاطر اینکه به دلیل اینکه تابعیت دوگانه دارن این مسئله یک مقدار پیچیدگی هایی داره، ولی از اونجایی که ما نگاهمون رو نسبت به این مسئله میخوایم بازتر بکنیم که جرائمی که به اون به ایشون نسبت داده شده و در مقابل ایشون اینها رو واهی میدونه، اخباری زد و نقیز اعلام میشه از اینکه ایشون دخالت حکومت ها رو در رابطه با در اختیار داشتن تمام محتوای پیام هایی که در تلگرام از سوی کاربران رد و بدل میشه اعلام کرده و امتناع ایشون از بروز سانسور، نتیجتاً در واقع این اتهامات رو معتقدن که براشون به وجود آورده. حالا جرایم خیلی جرایم سازمان یافته اسمشو گذاشتن، یا حتی مواردی در رسانه ها مطرح شد که ایشون در پلتفرم در واقع تلگرام موضوعاتی در رابطه با ارتباط حماس در هدایت فعالیت های در واقع مبارزاتی یا تروریستی یا هر چی که اسمشو گذاشتن به این پلتفرم نسبت داده شده. من حقیقت مطلب این رو میتونم اینجا عرض بکنم که طبیعتاً پشت سر همین مسئله نقش دولت ها هست. اینو ما باید کاملا متوجه بشیم که دولت ها هر اندازه که حوزه تعریف منافع ملیشون رو و نفوذ در کشورها رو بیشتر میکنن، طبیعتاً همش از طریق ابزار نظامی یا دیپلماتیک نیست، استفاده از پلتفرم هایی هست که نقش واسط رو بازی میکنن. یک پول های در واقع رد و بدل میشه، کودتای ممکنه در کشوری اتفاق میفته، نقش اون صفحات مجازی طبیعتاً در اون اثرگذار هست. حالا ما زمانی که این اطلاعات رو داریم و برمیگردیم در مورد تلگرام میخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که حکومت ها کلن از افشای اطلاعاتی که توسط این پلتفرم ها در واقع رد و بدل میشه یا بین شهروندان هست در مورد حقایقی که میخواد افشا بشه نگرانی دارن. دولت ها نگرانیشون رفته رفته از حوزه سانسور در حوزه ملی، در محدوده جغرافیای ملی، به سمت ایجاد محدودیت در یا سانسور در عرصه بین المللی داره حرکت میکنه. این یک مطلب. حالا پیامدهاش چی میتونه باشه؟ پیامدهاش من فکر میکنم ظهور پلتفرم های جدیدی، هرچند در اندازه های کوچیکتر، شاید نه مثل تلگرام، ولی افشاگر باشن اینها از برنامه های پشت پرده که در عرصه سیاست گذاری های دولت ها اتفاق میفته علیه شهروندان. و مطلب دوم اینه که خارج شدن در واقع کنترل دولت ها روی در واقع این پلتفرم ها خواهد بود. من این مسئله رو پیامد منفی و مثبتش رو در این میدونم که عرصه بین المللی شاهد بروز یک سری نارسایی ها در کنترل اذهان افکار عمومی خواهد بود، ولی ظهور این پلتفرم های جدید میتونه در واقع بسیاری از این حقایق پشت پرده رو افشا بکنه. ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.